میخوام بگم 100 سال پیش از بازی تاج و تخت از اینجا سرم بیاد بره تو دوربین، اینو تو دوربین بگم. 100 سال پیش از بازی تاج و تخت، 100 سال پیش از بازی تاج و تخت، 100 سال پیش از بازی تاج و تخت، من مهیار ستاری براتون روایت میکنم. نوین کتاب تقدیم میکند. نکنه ویکونت با شما صحبت کرده؟ پدر گفت نه با ما صحبتی نکرده، ولی به ما پیغام داده که میخواد به خونه ما بیاد، از زندگی فقیرانمونو از نزدیک ببینه. منم وقتایی که میخوام پول قرض بگیرم خیلی از این حرفو میزنم. اینو قطع کنید، اینو صدا تو گوشم برام پخش میکنم. جنرال جنوبی اهل بیکسو چطوره؟ خوبه، ترجمه خیلی خوبی داره. معمولا برای یه گوینده ترجمه خوب نعمته. دیگر به این فانتزی همیشگی دندانهایش خوب گرفتم و حالا هر بار که میبینمش به دقت به دهانش نظر میکنم تا ببینم اوضاعش از چه قرار است، ببینم آیا کار میکرده، چه کتابی میخونده. روزی که او را در خیابان مارکت دیدم فقط یک دندان در آرواره بالا سمت چپ دهان و بعد از ماها که در خیابان گرانت دیدمش 3 دندان در آرواره پایین سمت راست و 1 دندان در آرواره بالا سمت راست داشت. چطوره بریم آپارتمان خودم و تک کاغذی به در بچسبونم و روش بنویسم من اینجام تا اگه پدر و مادرم برگشتن بدونن کجا منو پیدا کنن؟ پیرمرد گفت اجازه بده منم همراهت باشم، میخوام بدونم بیرون چه خبره. مردی که اول کور شده بود به زنش گفت ما هم بریم بیرون، شاید نویسندم حالا میبینه و در فکر برگشتن به خونه خودش باشه. سخت بود، خیلی سخت بود، اما شیرین بود و خاطره انگیز. حرف تکراری نمیخوام بزنم یا کلیشه ای نمیدونم خیلی فرق نه، ولی واقعا سخت بود، خیلی سخت بود. کتاب 360 صفحه بود، شاید مثلا من دیگه تو صفحه 100م 120 110 منم جز این تیم 7 نفره کورا بودم. یعنی شاید رنگ آسمون رو نمیدیدم، شاید خیلی رنگا رو نمیدیدم، شاید خیلی محیط اطرافمو یه رنگ یه طیفی، حالا اونا در واقع توی این در واقع کتاب کوری رو سفید میبینن، اما من کوری رو مثلا یه رنگ قهوه‌ای میدیدم. منم تاثیر روانی و فکری رو به من گذاشته بود. ای کاش میشد هر چیزی رو نصف کرد، اون وقت هر کسی میتونست از درون مبهم و سرسخت و غالب تمامیت خواه نادانیش بیرون بیاد. وقتی که کامل بودم همه چیز برام طبیعی و گیج کنند و همچون هوا احمقانه بود. گمان میکردم که همه چیزو میبینم، ولی در واقع چنین نبود. اگه تو روزی نصفه بشی، یعنی نیمی از خودت بشی که من برات آرزو دارم که چنین بشی، چون پسر بچه هستی، چیزهایی فراتر از هوشمندی مغزهای کامل درک خواهی کرد. هرچند که تو نیمی از خودت و جهان رو از دست میدی، ولی نصفه دیگرت که مونده هزاران بار عمیق‌تر و پرارزش‌تر از اون نصفه دیگرته. اون وقت آرزو میکنی که همه چیز مثل خودت دو نیمه و نصفه بشه، چرا که زیبایی، دانایی و دادگری در چیزهای جزئی و تک تک شده وجود داره.